بسه دیگه، بسه دیگه. گوره پدر رونالدو، گوره پدر دیوید بکام، لعنت به تو هرچی مسابقه فوتباله. خسته شدم دیگه، نمیخوام این زندگی رو، نمیخوام. منم خسته شدم، نمیخوام خانم، تو رو نمیخوام، این زندگی رو نمیخوام. به درک، وگر برو تو همه آشغال دونی که بودی. از خونه من برو بیرون. خونه تو؟ بله اینجا خونه منه، خونه منه، خونه منه. برده شوره خودتو ببرم با خونه تو. شما الحمدلله آدم‌های با تجربه و با سوادی هستید. اختلاف تو زندگی همیشه هست. با اینکه تقاضای طلاق توافقی تنظیم شده، ولی من اصرار دارم یک مهلتی برای سازش. استدعا می‌کنم آقای قاضی، همین امروز حکم طلاق ما رو صادر کنیم، برای اینکه ما واحد سازشو پاس کردیم. آقای قاضی، جون بچت منو از این اسیری خلاص کن. اسیری؟ جناب عالی اسیری؟ پس من چی بگم که از روزی که خودت انداختی تو زندگی من؟ من انداختم؟ بله، ماشینه تو شو برد، عین عجله معلق پریدی تو زندگی من. من پریدم؟ به خدا دروغ میگه آقای قاضی، بهتره که رادیاتوری که بی‌محل جوش میاره. بیا، بابا ایران دست به دادم برسید. چه بدبختی داره با خانوم دستشونو. آخه به کی بد کرد که اینقدر بد ببینی؟ برو خانوم بزن به خانوم برسید. این حرفا چیه؟ من و معمار ساختمونم فقط یه مکالمه دوستانه داشتیم. مکالمه دوستانه. آقای قاضی یارو داشت درسته قورتش میداد. ای میگی کچیدی. من 40 سال کارم اینه. نصف درون دیوارشو من چیدم. تو اول برو بذار مهر لیسانست خوش بشه، بعد بیا مهندس بازی در بیار. خانم مهندس. خب مثلا اینطور بود که چی؟ اگه کاری که گفته بودم نمیکرد که گوشش رو میگرفتم مینداختمش بیرون. گوشش رو میگرفتم مینداختمش بیرون. کاش فیلم اون روزش رو گرفته بودم، اون وقت میدیدیم گوشه کی تو دست کی بود. چایدی خانم، من از اینجا قوم بزنم بیرون. مگه میذارم کسی دست به ساق قوم بزنه؟ قلمشو خورد میکنم کسی پا توی خراب شده بزنه. اول برو یاد بگیر با یه خانم چجوری حرف بزنی. این دفعه هم اگه ویر بزنی قلم پا تو من میشکنم اوستا. آقا چی باشم؟ فوزیلیش به تو نایمده. خاله مهندس همونطور که دستور داده بودین همه شونو آوردم. 20 تا کارگر همه این. 4 تا آرماتوربند، 6 تا بنا. همه اون برای خیابون تو قهوه خونه منتظرم. پا یکی بوده که نبود شب پیش جور کرده بودی. بیرون تا نگفتم کشون ببرنه. هری همون موقع بعد میفهمیدم آدم حق بازیه. همچین چاخان باکه. پس می‌خواستی چیکار کنم؟ اینا آرتیستا بپرم وسطو بزن. نه خیلی لازم نبود. همون زبون چرب و نرمی که داشتی. من زبونم چرب و نرم بود اون وقت این دکتر خانم ترشیده خودش رو انداخت به ما. از تو یکی سر بودم. سر بودی؟ به قول اوستا هنوز مهر لیسانس تر بود. آره، مال تو که خوش بود، دنبت کجا بود؟ مثل شما بابای میلیاردر نداشتم 10 میلیارد واسم بذاره. واسه تو که بد نشد. 2 سال خرم مالی کردم. مجانی کردی؟ عمرم رو گذاشتم. منم مثل ریک پول ریختم. منم مثل خرجون کردم. خانم آقا ساکت باشین، اینجا دادگاهه. پس تو رو خدا منو خلاص کنی. آقا تمومش کنی. مهرم حلال، جونم آزاد. آقای محترم، این خانومان که مهر دارن، نه شما. باش آقای قاضی، مهرش مال ایشون فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر و مرداد و شهریور و آبان و آذر و دی و بهمن و اسفند مال بنده. همش حلال، جونم آزاد. خوبه؟ خانم شما ادعایی برای نفقه مه؟ نه خیر آقای قاضی، همه رو میبخشم. روز چهارشنبه ساعت 12 میای محضر تمومش میکنی. این همه محضر تو این شهره؟ کدوم محضر؟ همون خراب شده که عقد کردی. سلام خانم داودی، الان چه وقت دکتر رفتنه؟ بلش کن، نمیخواد تماس بگیری. اگه از مرتبه دکتر دوباره زنگ زدن بگو پیداش نکردم. بله دارم میام. جشن دسترسی خلاص، طلاق دادی؟ حکمو گرفتیم، فردا بریم محضر. تو چه خبر؟ خبر ناجوری، نوشنگه دبه داره برده. یعنی چی دبه داره برده؟ سلام امید.
اون جلال چی میگه اوشن؟ من قبلا خدمت آقا جلال عرض کردم، گفتم ماجرت چقدره. این همه زمینه میخواد. من نبا من چیکارم؟ مشتری من همه زمینه میخواد، میگه اهل شراکتم نیست. تا دیشب که بود؟ حالا امروز نیست. میگه اگه شریک خوب بود خدا خود شریک میگه. مگه ما مغز خر خوردیم مرد حسابی؟ یه سال داریم روی زمین جون میکنیم. حالا بریم دو دستی تقدیم کنیم به خریدار تو؟ چرا دو دستی؟ ها؟ 50 میلیون وسط داره به شما میده. کمه؟ مگه ما دلالی؟ خریدار ما حرف آخرش هم. اونم 4 روز محضر مونده. اونش دیگه با خودت. حالا اگه دوست داشتی. نه خیر دوست ندارم، به سلامت. اوکی. حالا تا فردا فکراتو بکنیم. روز زره قاطی به هر حال دادگاه مادگاه داشی کلافه دیگه. برو خونه یه استراحت بکن، یه نفسی تازه کن، من بزنم. روز خوبی داشته باش. وایسا بینا تو از کجا میدونستی من امروز دادگاه داشتم؟ انگار آقا جلال من گفت. من به قبر پدرت خندیدم، من تا یه دقیقه پیشم نمیدونستم. زمینه برای چی میخوای بخری؟ یقره من کلاغم میره وسط خیابون زشته. خریدارت رهناست؟ بلش کن حمید. چرا حالیت نیست؟ همه اینا بازی بود، ما رو پیچوندن تا برسه نزدیکای روز محضر، بعد هم این بساط رو درآوردن واسه زنه میخواد بخرتش. خیلی آشغالی. برو بهش بگو که همه دنیا رو هم بهم بده، اندازه یه قبر از این زمینم بهش نمیدم. انقدر ازش بیزارم که نمیخوام اسمش هم بشنوم. تو فقط استعلام آپارتمان‌ها رو زودتر بگیر، همه چی رو میفروشم میرم آمریکا. میخوام این کابوس زودتر تموم شه. خب این کابوس خودت درست کردی؟ از هر چی مرد متنفرم. مرده خوبم هستن ها؟ آره تو بهش زهرا. من گشنمه، دو ساعت اینجا نشستی که چی؟ تو فکر این زمینم، نمیذارم از دستمون بره. این همه آیندهمون. آینده که هیچی، اون 300 میلیونی که بابت قول نمیدادی ردید رف. مگه تو تا یک شمی میتونی شریک بده کنی؟ خودمون میخریم دیگه. قاد زدی با ارث همه من یا با دلارای شما؟ بهره میکنی چی؟ 1 میلیارد؟ میخوای 1 میلیارد بهره کنی؟ بله. ببینی خانم من دیگه. سلام آقای بصیرت، دکتر مرتضوی هستم، دکتر معالج خانومتون. گوش بدین آقای دکتر. من امروز باید شما رو ببینم آقای بصیرت، موضوع مهمیه. آقای بصیرت خواهش میکنم، مطلب هم مهمه هم فوری، لطفا تشریف برید اینجا. لوکمیه، یعنی مغز استخوان همسر شما دیگه قادر نیست گلوبول قرمز تولید کنه. همسر شما مبتلا به سرطان خونه. با توجه به پیشرفت بیماریشون تزریق خونم فایده ای نداره. به نظر میاد دیگه کاری نمیشه کرد. یعنی بردنیه؟ حد اکثر تا 2 ماه دیگه. مطمئنی دکتر؟ یعنی اشتباهی نشده؟ اشتباهی نشده آقای بصیرت. همسرتون هم حق داره این موضوع رو بدونه. شما هم تنها کسی هستید که میتونید با ملایمت و محبت این موضوع رو بهشون بگید. یعنی چون تا یه ماه دیگه حرکت بکنه؟ یعنی تا 1-2 ماه دیگه حرکت میکنه. کجا؟ خارج؟ خیر، اون دنیا. میخوای بکشیش؟ من چرا بکشمش؟ اون مرضی که گرفته کلکشو میکنه. دکترش الان گفت. نه. جون شما. حالا این تلفن چیکار داری تو این هیرویل؟ میخوام بهش بگم تا دیر نشده پولاشو دلار کنه با خودش ببره تو قبر. دقت کنین لامصبو، چرا ببره تو قبر؟ نه پدری نه مادری نه قوم خیشی، وارث فقط یه نفره، شوهرش. چرا نده به تو؟ آلزایمر، ما فردا ساعت 11 قرار داریم واسه محضر برای طلاق. بهش گفتم آلزایمر، تو فردا محضر نمیری. مگه تو نبودی میگفتی تا این زن قرقروی بد اخلاق و طلاق ندی نمیتونی اعصاب کار کردن داشته باشی؟ من غلط کردم، به قبر پدرم خندیدم. دیر خندیدی. ده داری کفر منو بالا میاری حمید. تو دربای خاک ننه بابات یه کاری بکن. دیوونه سا چیکار کنم؟ نمیدونم. ببین حمید، من الان دارم سکته میکنم ها، به جوری تو خیلی پوله. برو التماسش کن، بیوف رو دست پاش بگو غلط کردم. اصلا نمیتونی بگی اکس خورده بودم، قاصده بودم. دلام از سبون سبون سامردت ما رو از تو لونه میکشه بیرون. تو یه غلطی بکن. آقای
چی شد خانم؟ ببخشید میشه من تا ماشینم کمک کنید؟ اینه ماشینتون؟ آره بلند شید. ممنون. شماها منو دزدیدین که از شوهرم باج بگیره. بله تقریبا. مگه کجاش خنده داشت؟ ببین خانم داری کفر منو در میاری یا چه خبرته؟ به کادون زدی پدر جون. اون ساختمونی که منو جلوش دزدیدی یادته؟ مقصود؟ طبقه دوم اونجای دفتر ازدواج طلاقه. من رفته بودم اونجا از شوهرم طلاق بگیرم. واسه ما خالی بازی نکن خانم. ما خودم آخر خالی بازی. شوهر من واسه آزادیم به تو یک قرون پول نمیده. حالا میبینین تازه همچین بعدش هم نمیاد منو بکشی. خب این دیگه آخر بدشانسی شماست. اگه نده که میکشیم. الو آقای مهندس. شما؟ من همونیم که جون زنت دستشه. با جونشو بگی من از دستش خلاص کن. از کی بیکار؟ قد نکنی آقای مهندس. به خیال دروغ میگم؟ میخوای یه انگشتشو ببرم برای بفرستم؟ نه خیر، انگشت و چش و گوش و اینا به درد من نمیخوره. اگه راست میگی سرشو ببر واسم بفرست که هم باور کنم هم به دستخوش بدم. هست فطرت بی همه چی. پس خوشی رو نگردم. بیا باید صحبت کن. الو همین، منم رعنا. میشه بگی این بازی چیه؟ راه انداختی؟ دو ساعت منو تو بازار انلاف کردی. چرا نمیفهمی؟ مگه نشنیدی منو دزدیدن؟ آخه کی انقدر خره که تو رو بدزده؟ یکی خطر از تو. اینا منو دزدیدن اون وقت داری چرت. بس دیگه حوصله دعوا ندارم. حالا علی چرا با مهندس زنده‌ش رو یا مرده‌ش رو ببینم؟ یعنی راستی راستی اونو دزدیدین؟ معلومه هنو نفهمیدی. پس حالا خوب گوشاتو وا کن تنلش. من امروز دو ساعت تو محضر علاق بودم تا اون خانمو طلاق بدم. اما اگه دست آشغال تو بهش بخوره دست تو سیر ساتور تیکه تیکه میکنم. خون از دماغش بیاد کاری میکنم تو خون خودت بالبال بزنی. احمق جون، آدم با یه گروگانگیر اینجوری صحبت میکنه؟ اینطوری که تو حرف میزنی که اینا منو میکشن. غلط میکنم. ببین آقای گردن کلو، من کاری به پلیس و آگاهی و کلانتری ندارم. یه مو از سرش کم بشه همه خلافکارای این شهر رو اجیر میکنم تا پیدات کنن بدن تیکه تیکه تو تحویلم بدن. خب منو بکشن؟ آقا تو فکر موی منه. آخه دیگه اون وقت به چه درد من میخوره دیوونه؟ تو ساکت باش، من دارم با اون یارو حرف میزنم. گوش کن یارو، اون خانم تا وقتی اسمش تو شناسنامه منه زن منه. لازم باشه زندگیمو به خاطرش میدم. حالیت شد؟ آقا مهندس چرا قاطی میکنی؟ زندگی تو واسه چی بدی؟ ما همش ده همه اینون رو ناقابل میخوان. همین پولو کجا بیارم؟ چه همه 300 هزار تومانه. بس میخواستی چه قباشه؟ قرارمون 300 تومن بود که اونم هست. والا آقا مهندس 300 کمه. همین قرارمون بود دیگه. اما درد سر زیاد بود. قرار نشد دب به در بیاری. اصلا خودش میخواست 10 میلیونو بده، دبه ای نبوده. بیرم از خودش میگه. آقای خانم جان دباشو فکر کردی زرنگی ها؟ نه تو معلوم هست چه غلطی میکنی؟ چیزی نیست، حله. کجاش حله؟ این میخواد منو بکشه. میگم به شما مهندس، خودت این بساط رو انداختی و چقدر دیگه میخوای؟ 300 هزار تومن. جون آقا مای کاریه. الان که به خودم نیوردم. چی علک نزن دیگه مهندس. میگم الان همین قدر خوردم. داری چونه میزنی؟ نه بابا، میخوام ببینم بی احترامی چیزی نکرده باشم. نه خیر نکردن. تمومش کن، قرار از خستگی میمیرم. زودتر ایشالله. فردا بیا دفتر پولتو همونجا بگی. میگه وقتی اونجوری باش صحبت میکنی ممکنه منو بکشه؟ نمیکشت. نمیکشت؟ از کجا میدونی نمیکشت؟ میدونم دیگه. بله جناب علی، همه چی رو میدونی. نه همه چی رو، ولی بلدم با این جماعت چجوری صحبت کنم. مگه چند دفعه بهم نگفتی جنوب شهریم؟ آره جنوب شهریم. برای همینم بلدم با این جماعت چجوری رفتار کنم.
معذرت میخوام، اعصابم به هم ریخته. چیه؟ آدم ندیدی؟ مثل تو دیوونه نه، از زنده بودنم بیزاری؟ بعد میای 10 میلیون تومن میدی که ضرر کردن، اگه 100 میلیون هم میخواستن میدادم. تا محضر نرفتیم تو هنوز زن منی، با این شهری های معرفت دارم دارم. اینا همش کلکه رنا، کلکه. تو چرا باورت شد؟ اولش منم باورم نشد، فکر کردم میخواد این دمه آخری چندرگا سرکیفتم کنی. خب ده همین هم هست؟ نه نیست، همش منتظر بودم یه چیزی راجع به اون 10 میلیونه بگه، ولی هیچی نگفت. خب عزیز من اینم کلکه رنا، من دلم به حال خودت میسوزه، وگرنه من با اون جونور مشکلی ندارم. چرا؟ داری، واسه اینکه فکر میکنی اگه اون نبود من با تو ازدواج میکردم. خب بله اینم هست، ولی اگه اونم نبود من با تو ازدواج نمیکردم. میشه بمیگی چرا؟ چون من تو رو دوست نداشتم و متاسفانه این مسئله واسه خانوما خیلی مهمه. حالا واقعا میخوای بری دفتر حمید؟ آره، من هنوز 10 میلیون بهش بدهکارم، نمیخوام بعد طلاق بهانه واسه رفتن اومدنش بذارم. میخوای منم باهات بیام؟ نه. خدا انشالله بهتون برکت بده آقا مهندس. دیگه این طرفا پیدات نشه. عصبانی نشه آقا مهندس، این روزا نرخا بالا رفته، نرخم دست ما نبود. شما خیلی خب دیگه نمیخواد کنفرانس بدی، برو. چش آقا مهندس، خداحافظ. راستی آقای مهندس، اگه خواستی بازم آدم به دوزی ما در خدمت ما، تضمینیه. ده برو بیرون. حتی که خیال میکنه ما هر رو را میفتیم تو خیابون آدم میدوزیم. برگشت. این دفعه دیگه میزنم تو کوشش. دیگه داری؟ سلام علیکم. سلام. سلام. ببخشید مثل که بی موقع مزاحم شدم. نه نه بشین. نه ممنون، باید برم کار دارم، اومدم بدهی موقعت بدم. این چیه؟ 10 میلیونت که به آدم دوزا داده بودی؟ تو چرا همه چی رو با پول متر میکنی؟ 10 دفعه مردم و زنده شدم تا سلامت دیدمت. زنمی، دزدیده بودنت تا پای جون میزدم تا خلاصت کنم. چیز دیگه ای نداشتی باش منو ناراحت کنی؟ نه، ببخشید که ناراحتت کردم. پس تا فردا ساعت 11 تو محضر. چرا واستدی برو دنبالش؟ نه. میگم آره. میگم نه. تو هم با این نقشه تو این وضع خراب 600 تومن گذاشتی تو دستمون. به من چه؟ اون که اومده بود به جاش 10 میلیون بهت بده. خودت خرابش کردی. اون دیوونه است. میفهمی؟ دیوونه. میفهمم دیوونه است، ولی پول داره. بله حمیدم، میشه بیام تو؟ سلام. سلام، چیزی شده؟ اومدم حالتو بپرسم ببینم حالت خوبه. حال من برای چی باید بد باشه؟ خب گفتم قضیه دیروز و اون پول و تکون و ما ظاهرن امروز همدیگه رو دیدیم. آره حال منم خوب بود. خب
آره خوب بود. خوب 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 پس خداحافظ. خداحافظ. راستی قرار محضر فرداست دیگه؟ آره فرداست. باش. همی؟ مطمئنی نمیخوای اون 10 میلیون رو بهت بدم؟ چرا دوباره اینو میپرسی؟ همش احساس میکنم یه چیزی میخوای ولی نمیگی. خب آره. خب بیا تو. این همون قابی نیست که عکس من توش بود؟ آره خودشه. حیفم اومد بندازمش تو سطل آشغال. اون وقت عکس توش کوپه. انداختم همون جایی که دلم نیومد قابه رو بندازم. خب چی میخواستی بگی؟ میخواستم بگم شاید فردا بعد محضر دیگه هیچ وقت هم دیگر نبینیم. بله حتما. من فکر کردم یعنی این همه دعوایی که تو این سالا با هم داشتیم. حمید بذار حرفم تموم شه. نه میخواستم بگم بعد یه قندی شکری چیزی توش میریختی بعد هم میزدی. اصلا چایی نمیخورم. خیلی خوب بگو. خواستم بگم این شب آخری بریم یه جا با هم شام بخوریم. دلخوری ها رو بریزیم دور و به قول قدیمی ها همدیگر رو حلال کنیم. خیلی خوب اگر نمیخوای بیای بگو نمیام. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ من نگفتم نمیام. یعنی میای؟ خب اگه مثل یه آقا رفتار کنی آره. خب مثل یه آقا یعنی چجوری؟ یعنی مثل یه آقا. جای این شرتی پرتی ها یه کتشلوار بپوش. بعد 3 سال که شوهرمی هنوز نمیدونم تو کتشلوار چه شکلی میشی. باشه. کجا هم دیگر میبینیم؟ همینجا. مثل یه جنتلمن که میاد دنبال یه خانم برای شام خودت میای دنبالم. ساعت 8 خوبه؟ آره ساعت 8. همین. به اون موهات هم یه دستی بکش. باش. بابا هی من میگم این دیوونه است تو هی میگی تحمل کن. بابا این زن دیوونه است. اما بالاخره باش برای امشب قرار گذاشتی. اوره پدر خودشو قرارش. امشب از دست ایرادا و نقنقاش میمیرم. میگی نه؟ برگشتم حالمو ببین. تو شلوار بپوش بیا دنبالم. یه دستی به اون موهات بکش. بابا ول کن برو دنبال اون که خربوزه آبه. حالا خوبه دو ما دیگه داره میمیره اون اداها رو در میاره. آخه اون که نمیدونه 2 ماه دیگه کارش تمومه. من و تو میدونی. 2 ماه باید تحمل کنی. یادت آسونه؟ تو این 2 ماه 2000 دفعه میمیرم و زنده میشم. ببین 2 میلیون دفعه هم بمیری باید تحمل کنی. حالا برو یه جا باید لباس بخرم. چیه نگاه میکنی؟ به اینا میگه شرتی پرتی. خیلی خوب لباس هم میخری. اون یارو رفیقت بود یه پرادو داشت؟ آره. خوشم خوشم حالا خوشم اومد. این درسته. سلام. ساعت 8. یه دقیقه بیا تو الان حاضر میشم. آره جون خوده تا 2 ساعت دیگه هم حاضر شیم. من اسمم عوض می کنم. نه برعکس فوق‌العاده شدی. کچلوار خیلی بهت میاد. راستی؟ نمیدونستم. تو هم خیلی 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 خوب شدی.
بفرم. تو از این کارام بلدی؟ بالاخره از پشت کو که نیومدی، بچه شهری خیلی چیزا بلدی. اما من که هیچ وقت ندیدم. برای اینکه همیشه منتظر بودم یه هدیه‌ای، یعنی یه چیزی بهت بدم که به چش بیام. شما مردا هیچ وقت بزرگ نمیشین. همین تو 5 6 سالگی مونده. خیال می‌کنی که آدم از بابا یه کچ بزرگتر باشه بهتره؟ مبارکه. تازه گرفتمش. بفرمایید. ببخشید. کره خلف کرده من راهننده شم. چراغا با اون طرفی روشن میشه. میدونم خودم. این ماشین اتوماته، بعد بذارید تو دی، گذاشتی تو خلاص. میدونم، با جر سقید که نیوردمش اینجا، خودم آوردم. گفتم که تازه تحویل گرفتم. دروغ گفتم. ماشین امانته. میدونم. از کجا؟ حداقل اینو مطمئنم که اسمت بهنام نیست. کت شلوار چقدر خوشتیپ شدی. خب یه چی دیگه، بعد سوار شدیم. راستی این رفیق چرا من ندید بدیده؟ اسمشو چرا رو جاسوسی چی می‌نویسه؟ این دریوریا رو ول کن. آخر سر چی شد؟ یه چی دیگه، آخرش رسوندمش خونه. همین؟ آره دیگه. یعنی هیچی نگفت در مورد محضر؟ آها، چرا، گفت فردا ساعت 11 تو محضر می‌بینمت. همین؟ آره دیگه. یعنی فردا می‌خوای بری محضر؟ ده بابا گلابی، همه اینا واسه این بود که دیگه نری محضر. خب چی کار میخواستی بکنم؟ بگم شام نوش جونه دوازش طلاق بی طلاق؟ جنابالی اینقدر خنگی که. خیلی خوب فردا شما تشریف برید محضر. دوتا خجالتی با هم ازدواج میکنن، بچهشون آب میشه. بیمزه بود؟ نه، افتضاح بود. ببخشید آقا، حاج آقا امروز قصد اومدن ندارن؟ پیش پای شما بردن چه سیغه عقب بخونه و برگرده. بله. آقا جان ببخشید، ما کجا داریم تشریف ببریم؟ انگاری از شهر داریم خارج میشیم. حاجی جون الان میرسیم، قربونت برم. اونها الان میرسیم. تا اونجا که بنده به خاطر دارم شما فرمودید مراسم عقد همین بغله. بغل داریم تا بغل حاجی، اونها الان رسیدیم دیگه. بغل داریم تو بغل. یه بار یه گوسفنده میخواسته خودکشی کنه، میره کنار خیابون وای میسه میگه دربست کشدارگاه. ببخشید شما واقعا میخواین طلاق بگیرین؟ چطور مگه؟ با همین قشقش خنده، نه دعوایی نه مرافعی نه چیزی. ما دعوامون رو قبلا کردیم. پدر جان اینجا بیابونه، ما کار و زندگی داریم، کجا میبری ما رو؟ اینم یه کاری دیگه، اونها رسیدیم همین پشت. آقا ببخشید، ساعت 1:30 حاج آقا نمیاد؟ بالا خانم ما مثل شما تاله سابقه نداشته. آقا تو ما را مسخره کردی. آقا نگهدار پیاده بشیم. دیگه داریم میرسیم. آقا نمیخواد، آقا نمیخواد نگهدار. چشم. Thank you.
تو دیوانه ای نمیخواد آقا برو به سلامت عجب گرفتاری شدیم آقا چی داری بگی بیبه؟ بابا جان به جایی این علافی بگرد یه تاکسی وقتی خری علاقه گیر بیاد داری بزنی چه روزی داریم آقا به خاطر امروز ممنون از کار بیکار شدی میذارمش برای یه روز دیگه باش مرسی خدافظ تا دم ماشین باهات میام با کیا رفت آمد میکنی چه کارایی یاد گرفتی صحبت یاد گرفتن نی میترسم بازم بدوزنن نمیشه که هر روز تو رو بدوزنم منم بیام 10 میلیون بدم خب گرسنت نیست اینجا آره هنوز یادته اون سفیده چی بود اون روز خوردیم خوک من از همون میخوام آقا ببخشید یه 10 تا سیخ خوک و 5 تا جگر برای ما بذارید چشم مرسی ممنون انگار 100 سال از اون روز گذشته اولین روزی که گفتیم نهار بریم بیرون گفتم الان میگی بریم شرایطون تو دیگه هیچ وقت اینجا نیومدی؟ نه ولی من یه بار میخواستم اینجا دعوتت کنم کی؟ روزی که ساختمونو تموم کردی 2 سال پشت سر هم روش کار کرده بودی دومین سالگرد ازدواجمون بود داشتم میومدم که با هم بیایم اینجا میخواستم بیا بریم دیگه اومدم ببرمت ناهار الان که نمیتونم یکم دیگه کار دارم چی کار داری؟ اومدن رو آپارتمان ها قیمت بذارم چند تاشون رو گذاشتم برای فروش برای فروش؟ کی گفته من میخوام آپارتمان هامو بفروشم؟ چی شد؟ حالا شد آپارتمان های من؟ سنداش که اینجوری نشون میده آره ولی هیکل این ساختمون فقط خرکاری های شبانه روزی منو نشون میده تو شوهر نمیخواستی سرکارگر ما میخواستی جناب عالی هم یه مؤسسه مالی خصوصی میخواستی بعد از اون دیگه هیچ وقت هیچی درست نشد دلم میخواست بکشمت وقتی گفتی که باید ازدواج کردم که یه سرکارگر مفت داشته باشم فلش کن بری اینگه حرفم بد بود مزخرف بود من وقتی بتونم چیزی رو با پول بخرم پولشو میدم دیگه قلبمو نمیدم یعنی تو واقعا فکر میکردی من به خاطر پول با تو ازدواج کردم خیلی ها اینو بهم میگفتن کیا؟ خیلی ها. مهم نیست اون وقت تو هم باور کرده بودی نه پس میدونستی که دوستت داشتم و باهات ازدواج کردم بفرمایید دست شما درد نکنه این سفیده اسمش چی بود؟ خوک اقلا اسمشو یاد بگی به خاطر امروز ممنون به من خیلی خوش بود به منم رعنا میگم بیا فعلا بی خیال شی خیال چی؟ من از هر رفتنم یه چند روزی بندازیم اخم همینجوری خودش عقب میافته من فردا پس فردا کار دارم هفته بعد هم میتونم بعد از کارا چی؟ برای شام دفعه بعد مهمونه من فعلا طلاق بی طلاق حالا شد دیگه 1 میلیارد که سهله 10 میلیارد هم میتونیم بهره کنیم بزن ای امین چطه؟ چرا بودت زده؟ هیچ بچه یه میخ شدی؟ احساس میکنم مثل لاشخورا شدیم جفتم
تو زیباتر شدی یا چشم بارونیه، این قفس بازه ولی قلب من زندونیه. من پشیمون میکنم جاده رو از رفتنت، تو نباشی میپره عطرتم از پیرهنت، تو نباشی میپره عطرتم از پیرهنت. میخوام آروم شم تو نمیذاری، هر دو بیرحمم عشق و بیزاری، همه دنیا ما زیر و رو کردم، تو رو شاید دیر آرزو کردم. قدمای آخر و آهسته تر بردار، واسه من کابوس فکر آخرین دیدار، بغض این آهنگ ما رو تا کجا بود، شاید این تقدیرم امشب برم آورد. به تلافی اون همه تلخیم گله هاتم طعم عسل شد، غم معصومانه چشمات به تبسم تازه بدل شد. میشه با من هزار و یک سال به بهانه قصه بمونی، همه مرثیه های سکوتم به بهار تو باغ غزل شد. نفس کشیدن دل سپردن مثل دریا ماه از تو خوندن با تو موندن، مقصد من راه من همین، رویام آرزوهام سرگذشت آه من. نرفته برگرد که با تو شاید خدا گذشت از گناه من. تو مثل بارون غم و آسون میبری از یاد من، با تو خوبم بی غروبم خاطرات شاد من، زار و خسته دل شکسته بی‌نوا فرهاد من. مرغ آمین کی به شیرین میرسه فریاد من. علی بیدارت کردم؟ نه بیدار بودم. آسپرین داری؟ آره. پس قبل از خواب یکی بخور، زیاد زیر بار بس. شب تو بذار این رو. مگه همشه دوست نداشت اینجوری فوتبال ببینی؟ منچستر چلسی مسابقه دارم در رقابت های لیگ برتر باشگاه های انگلستان. آخر زمان شده؟ چرا؟ مگه تو فوتبال بیزار نبودیم؟ خب سلیقه ها عوض میشه. مربی چلسی خیلی خوشگاه پست، البته نه به خوش بیفکتی تو موقعی کچه الوان بشی. از این بازیکن که بازوبند کاپیتانی منچستر یونایتد هم به دست او بسته شده، رایان گیگز، ادوین واندرسار، پاتریس ایورا، ریو فردیناند، وسلی براون، کریستیانو رونالدو، رونی گیگز، ویدیچ، کاریک، سکورز و تیوز بازیکن منچستر هستن. یه فرصت هم اینجا، یه شوت عالی، شوت عالی.
از رونی نشون میده که دیگه مادرم خیلی سعی کرد یادم بده عمرش وفا نکرد حالا من یادت میدم شاید عمر من وفا کنه اول یه گره میزنی بعد اینجوری نظر ببینیم نباید ببینیم خواهش من هوشنگ نیستم ولی میخوام بدونم این مرتی که اینجا چی کار داشته از آیفون بگم یا میای تو وقتی که عصبانی میشه قیافت خیلی بانمکه خیلی خوب با اخمون تو ما کن واسه اینا آمده بود مدارک آپارتمان هست میخوام بفروشمشون داری میفروشی؟ آره همه 40 آپارتمان ها رو با قسمت های تجاری هرچی که دارم به جز این خونه برای چی؟ تصمیم تازه نیست تو همون روزای جدایی و دادگاه و محضر و این حرفا به هوشنگ گفتم هرچی دارم بفروشه میخواستم برم آمریکا بری آمریکا؟ به من نگفته بودی؟ همیشه خیال میکردم همه چی دارم وقتی قرار شد جداشیم فهمیدم هیچی ندارم حتی یه نفر نداشتم که باش درد دل کنم یه نفر که به محبت کنه بدون اینکه احساس کنم هر کلمه حرفش به خاطر پولمه ثروت به من خوشبختی نداد تنهایی داد واسه همینم تصمیم گرفتم هرچی که دارم به جز این خونه بفروشم بدم به خیریه که حداقل اگه بعد 120 سال مردم بتونم به یه دردی خوردم یه کاری کردم چیه؟ همیشه خیال میکردم خیلی پول دوسته داشتم حالا دیگه ندارم شنبه میریم محضر رانو چت شد؟ پس چرا اینطوری شدی؟ هیچی باشه بریم دکتر هیچی فقط شما
زنگ بزنم باشون. الو اورژانس؟ تلفن رو قطع کن، خوبم دیوونه. پسر این خب چه کلی بازی بود رو انداختی؟ خیلی ترسیده بودم، فقط فشارم افتاده دیگه، بهش عادت کرد. چند وقت اینطوری میشی؟ یه سالی میشه. یه سال؟ بعد چرا من نفهمیده بودم؟ یعنی چی میخواد بفروشه؟ تو هم هیچی بهش نگفتی؟ چی بهش بگم؟ مالشه، میخواد بفروشه بریزه تو کار خیریه. بی خود کرده، مگه به اونه؟ ایشون صلیب سرخ یا هلال احمر یا نماینده حقوق بشر، با اون چه ربطی داره؟ ببینم حمید، جریان چیه؟ تنهاخوریه یا قاط زدی؟ مرد حسابی اون اموال مال اون نیست که بفروشه، مال وارثه. همین الانش هم گیریم، از صبح تا حالا بس نشسته دم دفتر. عمو تارا، آقا تارا، یه دقیقه پاشو. بیا ده بگو دیگه آقا تارا، حرفتو بگو. گفتن نداره جلا، مگه خودش نمیدونه میلیارد دست من چک داری، اونم با امضای هر دوتون. مگه تاریخش رسیده آقا تارا؟ نه، اما اینکه این نقد بشه توش حرف داره. مایشم این بلیط هواپیماست، ولی کم دیدیم این چیزا. تازه آقا جلال پیغام فرستاده که بیا تمدید کنی، اینجاست که بودار میشه. جلال زمینو بفروش پولشو بده. ده منو به زمین و زمان حواله ندینا، پول نقد همونجوری گرفتی. یه دقیقه تو ماشین میشه من حلش میکنم. حمید سکته میزنه ما، زمینونو برای چی بفروشیم؟ چهار سبب بپیچونیش تا مرحوم بشه همین. نمیتونم، اون شوق 100 سال زندگی کردن داره، در حالی که داره میمیره و خودش از هیچ چی خبر نداره. با این آدم چی کار باید کرد؟ جلال من دوستش دارم بیشتر از همه دنیا، همه شوقش اینه که برای من آدم فقیری سرپناه بسازه. نمیتونم این شوقو ازش بگیرم، یعنی نمیخوام بگیرم. میفهمی؟ نخیر، بخارش بعد جوری زده بالا. یا حضرت عزرائیل، دستم به دومنت، وقتشه ها. شام خوردی؟ منو نمیشه پیچونده. بلکن ما با تو هم دلت خوشه، ما خودمون از 60 طرف داریم پیچونده میشیم. حالا شام خوردی یا نه؟ بی خود منو سرکار نازو جلال جون، پس فردا موعد چکته، یه ساعت هم گذاشته میکنم. این دریوریارم اصمان نبا یه شی سر در نمیارم. این که قرار بوده فلانی بمیره و فلانی ارث ببره و فلانی اینقدر ارث میبره، این چرت و پرترم اصمان نگو. بابا اگه قرار یارو بمیره، خب بمیره دیگه. یه مشکل داریم. هی میگه مشکل داریم، مشکل داریم. چه مشکل داری جلال جون؟ ترافیک. ببینم نشجات زدی. نه جون تو را، ترافیکه بابا. عراق جنگ، افغانستان جنگ، آفریقا جنگ، امریکا جنگ، همه جا جنگ و دست حضرت اسرائیل بند، یعنی وقت نمیکنه بیاد به این مورد منظور برسه. گرفتی ما رو؟ نه جون مادرم، بشین یه دقیقه بشین. ببین این زنی شنیکه با مریضه، دکترش بهش گفته یه ماهی چی حرکت اون دنیا، حالا یه کم تأخیر داره. این هواپیما رو دیدی که تأخیر دارن؟ این همونا رفتنش میره، ولی جون میگیرن و میرن. ارث چقدری هست؟ خیلی، 50 برابر چکایی که تو دست تو هست. حالا چرا یه کمک دستی به اسرائیل نمیرسونی که کارتون بیفته جلو؟ ارزشو نداری، ما نداریم. حالا اگه یکی پیدا بشه ارز داشته باشه چی بهش میرسه؟ یعنی؟ بله. نه اون که نه. نه؟ یعنی خداییشه بخوای، خدا وکیلی کمکی بهش. خود بنده خدا هم داره زجر میکشه، تو عذابه، دائم تو درد و آه و ناله است، بیچاره عین شمع آب شده. حالا چقدی میرسه که کمکش بکنه؟ والا راستش فلسفه نیا. ببین کار من همینه، یه مش چک میگیرم میرم نقد میکنم. حالا تاش چقدر بمونه؟ اونم با این همه خرج عیب و زهاب.
ببینم سیبیل ما چرب میشه؟ میشه انقدر چرب که چیری که چیری روغن ازش بچکه. پس حله؟ حله. فقط یه چیزی. چی؟ اون خدا بیامرز شمعه قراره بره محضر. اگر بره ارث میراث پر. امروز چند شنبه؟ چهارشنبه. چهارشنبه. پنج شنبه شب تشریف برای اون دنیا خوبه؟ چه خوش سعادت واقعا. چه شب عزیزی. خاموشش کن جدام. همه آدمای خلاف تاریکی رو دوست دارم. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ اسفنیار بیاد ملاقات به اسی گیره چه برده خودشم دیدم همه چیز واسم گفت. تو فکر خیلی زرنگی نداداش نیستی خودشم یه موقعی خیلی زرنگ بودی موقعی که رانو تورش کردی ازدواج تو با رانو تمام نقشه های منی که همه کاره دفتر شدن به هم ریخت. باش اشکال نداره دل قوشنگ بزرگه. خب منظور تو پدر منو در آوردی ولی من به خاطر تو به راحتی از همه چی گذاشتم. این وسط یه چیز هست که به راحتی نمیتونم ازش بگذرم. اون زمین واسه من خیلی ارزش داره. اینو بهت گفتم که بدونی خیلی راحت تر از این حرفا میتونیم با هم معامله کنیم. پس زمین مال من رهنه با تمام اموالش مال تو. تازه میتونیم قرار فروش آپارتمان‌ها رو عقب بندازیم مثل آب خوردن. من میتونم 6 ماه استلام دارایی عقب بندازم. خلاصه اگه من اراده کنم عروس خانم تا 6 ماه هیچی نمیتونه بپوشه. در عوض شادومات یه وکالت بلا اصل در مورد اون زمین واسه قوشنگ می‌نویسه. ای خیلی خوب بگو. من حقه بازم کلکم یه روده راست تو شکمم نیست کلا بردارم پدر سوختم. بگو دیگه مگه نیومدی همه اینا رو بگی؟ نه. یعنی نمیخوای فوش بدی؟ نه. پس چی؟ فقط اومدم بپرسم چرا اون بازی بچگانه رو انداختی؟ نمیخواستم طلاقت بدم. چرا؟ ببین یه دقیقه گوش کن. فقط گوش کن. دارم گوش میکنم. خب منم دارم میگم دیگه. چرا نمیتونم طلاقت بدم؟ چرا واسه آرتیست بازی در بردم؟ چرا بعد این همه سال مثل یه بچه 17 ساله خواستم نظرتو جلب کنم؟ فقط یه جواب داره رانو. من عاشقتم. به خدا اگه فقط یه حرف راست تو زندگیم زده باشم همینه. چرا از همون اول بهم نگفت؟ برای مردا سخته هی به زنشون بگن دوستش دارم. چرا تا وقت زنشون نشده راحت میگن؟ من چه میتونم؟ چرا بین این همه مرد اومدی یقه منو گرفتی؟ برو از خودشون بپرس. من دارم از تو میپرسم. خیلی خوب بابا من خرم نفهمم خوبه؟ حالا چقدر به یارو پول دادی؟ اول قرار بود 300 تومن بگیره بعد دفعه کرد 600 گرفت. واقعا که شما مردا خیلی خنگی. کاری که با یه جمله نه با یه کلمه میتونیم بکنیم خودتونو به هزار در و دیوار میزنین که اون کلمه ها رو نگین. چرا؟ مگه ما زنها چی میخواییم؟ رعنا من دوستت منو میرسونی خونه؟ نو کرد منو آسانسور خرابه. ببخشید خانم
دوست دارم به زبون اشاره چی میشه؟ مگه خانم شما هم ناشنوا هستن؟ نه ولی زبون منم حالیش نمیشه. هیچی آدم یه زبون تازه یاد بگیری بد نیست، به دردش ببره. تیبونه این کلیدات هر وقت خواستی بیا خونه. شب بخیر. شب بخیر. چیکار کنم؟ تلفنت بستی، تو دفتر نیستی، کجا گذاشتی رفتی؟ حالا چی میخواستی؟ میگم حمید، طرف حالش چطوره؟ به تو مربوط نیست. یعنی چی به من مربوطی نیست؟ ما کلی رو فوت اون مرحوم حساب کردیم. حالا خدایش اثری از مردن توش پیدا شده؟ خفه شو جلال. بابا وضع ناجور حمید. بهت که گفتم، اون زمینو بفروش پولشو بده. دیگه هم به من زنگ نزن. نمیخواستم بیدار شم. واسه پول زمین کلافه‌ای؟ نباید زیاد بیدار بمونی. تو این چند وقته میدیدم خیلی درهمی، انگار توی دنیای دیگه ای. نگرانت بودم. نگران من؟ تو نگرانه؟ آره عزیزم، خودم بعد میفهمیدم چته. پشت این مرد فقط قرض میتونه خم کنه. پشت این مرد و خیلی چیزایی دیگه میتونه خم کنه. قرض و خیلیش. بله بفرمایید. سلام خانم بصیرت، دکتر مرتضوی هستم. در واقع قرار نبود مزاحم شما بشم، اما از صبح هرچی شماره شوهرتون رو میگیرن در دسترس نیست. چطور مگه اتفاقی افتاده؟ بر اساس آزمایشات دقیقی که انجام دادیم تا دو ماه پیش، بدن شما توانایی خودش رو برای تولید گلوبولای قرمز به طور کامل از دست داده بود. اسم این بیماری سرطانه، اما نمیدونم چجوری بگم، یه معجزه اتفاق افتاده. نتایج آخرین آزمایشتون نشون میده که بدن شما الان به طور کاملا طبیعی داره گلوبول سازی میکنه. این اتفاق خیلی نادره ولی به هر حال شده و من بابت این مطلب بهتون تبریک میگم. یعنی معلوم باید خوشحال شم؟ حتما، فقط موضوع اینه که وقتی ما متوجه شدیم که شما وضعیت مناسبی ندارین، تصمیم گرفتیم موضوع رو به شوهرتون بگیم. که من قراره بمیرم؟ بله میدونم برای شما موجب ناراحتی زیادی شده. کثافت. بله؟ کثافت. کثافت. نامرد.
هستم. میشه برای امروز یه وقت بدین دکتر رو ببینم؟ به همسرم هم خبر بدین حتما بیان. ممنون. بصیرت تشریف بردن آقای دکتر. بگیم بیان تو. بله چشم. سلام. بهش گفتی؟ بله گفتن، ولی نه اون چیزی که تو فکر میکنی. حقیقتش آقای بصیرت اتفاق عجیبی افتاده. متاسفانه قرار نیست من بمیرم آقای زرنگ. خواستم بیایی که فقط یه توف بنازم تو صورتت، اما الان میبینم که لایق اونم نیستی. شامتی که نخوردی، لاغل چایی تو بخور. اوه، انگار از جنگ ترکمنچای برگشته. چه تفاظ پروندی؟ طوری شده؟ رعنا نمیمیره، اون سالمه. سالمه؟ سالمه سالم؟ یا خدا، یا خدا. سلام آقا تورا. من چی به من زنگ زدی مرد حسابی؟ گفتم بهت سر ساعت 12 کار تمومه. شماره منم از حافظه تلفن وامون. گوش کن آقا تورا. ببین آقا تورا. الو. چی شده جلو؟ من یه کاری کردم حمید. امشب قراره یه نفر رعنا رو بکشه. چیکار کنه؟ خب فکر کردم فقط دارم چند روز کارشو جلو میندازم. خودت گفتی بی برو برگر، رعنا مردنیه. با خودم گفتم خب اگه رفتنیه خب چه فرقی میکنه. تو چیکار کردی؟ چه خرجی؟ چی گفتم چی کاری کنی؟ چطور تونستی هم چی کاری کنی؟ حمید شب که منم بیا. حمید آقا کجا میری؟ حسابتون آقا. همین سب کن، حساب کن، هم منم بیا. چقدر میشه؟ بردار میزنی. چی میخوای؟ هیچی نمیخوام، فقط از اون خونه برو بیرون. اون خونه برای تو خطرناکه. یه نفر میخواد. بس دیگه خجالت بکش، برو این فیلمای تکراری مسخره تو واسه کلیسه بازی کن. جناب سربان، جون زنم در خطره، من باید خودم برسونم. سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، نوستن کمربند. چرا متوجه نیستین؟ صحبت از یه جنایته. یه نفر قراره همسر منو به قتل برسونه. کجا قراره اتفاق بیفته؟ تو خونه من اگه الان نرسم با این رانندگی اصلا نمی‌رسی. خودشون رو انتقال بدین به پارکینگ، آدرس خونه‌تون هم بدین، همکارمون به اون قضیه هم رسیدگی می‌کنه. تاکسی من شما رو می‌بره، از کوچه وفا میگذره،
این تاکسی. بله آقا، میدونی من به کجا میروم؟ کوچه مهر و وفا میروم. آقا نمیشه یکم تندتر بریم؟ که ماشین ما را مثل خودت بخوابونن نداداش. ما یه رزق ما چرخش باید بچرخه. نمیشه یکم تندتر بچرخه؟ کوچه مهر و وفا میروم تاکسی من. جناب سروان، نه کسی قصد کشتن منو داره، نه کسی قصد دزدیدنمو. تمام این بازی هم از طرف شوهرمه که با این کاراش اعصابمو خرد کرده و داره کلافم میکنه. ببخشید وقتتون رو گرفتیم. به هر حال اگه مشکلی بود حتما با ما تماس بگیرید. حتما، از لطفتون ممنونم. شبتون بخیر. شب شما بخیر. آقا شما تونتر برو، جریمه شدی با من. فردا برگرد جریمه های خودتو بده، اگه پولی واسد مون اون وقت، اگرم زیاد حرف بزنی همینجا نگر میدارم پیادت میکنم. الو رانا، یه دقیقه گوش کن. نه تو گوش کن، میتونستم هر عیبی رو بذارم جز میراث خوری. بابا ول کن این حرفا رو، گوره بابای من. اصلا من خرم نفهمم، اما الان دارم بهت راست میگم، جونت در خطره. اگه تو دست از سر من برداری هیچ خطری وجود نداره. قرار محضر میخوای بیا نمیخوای نه، یا قانون به من حق میده که یه طرف طلاق بگیرم. اول قضیه اسی آدم دزدی، بعدم قضیه کشتن من. دیگه داره حالم ازت به هم میخوره حمید. منو تو دیگه رسیدیم به آخر خط، اینو بفهم. من میگردی نه؟ گوش کن، الان داشتم با کسی که این نمایشو برات نوشته صحبت میکردم، اما من تا تهشو حفظم. میخوای صحنه بعدی رو برات بگم؟ الان یه هفتیر قلابی یا شاید هم واقعی از تو جیب در میاری. آقا ببیش به راست. آقا یه طرف بعد عجب گیری کردیم امشبا. ما عجب گیری افتادیم، اومدیم مسافر سوار کنیم، عتیقه سوار کردیم. زیاد حرف بزنیم همینجا بیادت میکنم. قاعدتا الان من باید بترسم، بعد تو میای مثلا نشون میدی که میخوای منو بکشی. اما من دیگه حوصله این بازیو ندارم. الان تلفن میکنم به پلیس تا بیا تکلیف تو اون احمقی که این بازی رو راه انداخته مشخص کنه. الو، معذرت میخوام از سواکه، چرا دارم میام؟ نه مسافر دارم، بذار رو چرا گرم بمونه. بده من آقا، تو هم برو. همه شب خون گریم از درد شیدایی، چه کنم آخر من با رنج تنهایی. بیهوده آتش مزم بر جانم، ای غنچه خندانم با من وفا کن. خب بعدش چی؟ لابد حمله میکنی به من، همینه دیگه نه؟ بعد من فرار میکنم و یه هایی میخورم در بعد این چامای مسخرت رو میبری بالا. منم چشامو میبندم و منتظر مردن میشم که یه هایی از پنجره سوپرمن میپره رو سر تو، که از قضا اون سوپرمن شوهر منه. نه خانومی، های قصت یاد داره، اینجور که تو گفتی تموم نمیشه. من این نمایش از حفظم. خفه شو، تو آدم بشو. غلط میکنی. خیال میکنی هرچی بیشتر خراب کنی کنی بیشتر باورم میشه؟ تلفن کنی واقعیه. تو هیچ چیز واقعی نیست. این یکی واقعیه. این یادگار بابامه. تلفن کن به پلیس. اگه ندیدی تلفن شکسته.
از آشپزخونه دارم بکن. تلفن میکنم ازش شکایت میکنم. من که میدونم برگردم اون در رفته. برو زنگ بزن به 110 دارم قفل کن. برو الان زنگ میزنم 110 که داره دو بزنم. دیگه کارت تمومه. ببخشید کنم، میشه به چند تا سوال ما جواب بدین؟ اما لازمه، ما پیگیری جنایت هستیم. اگر دلتون نمیخواد که قاتل فرار کنه، یعنی مجرم فرار کنه، باید با ما همکاری کنه. شوهر من اونجاست. بله، برای همین تا مجرم گونه بابای همه مجرم ها، گونه بابای همه قاتل ها. من فقط اونو میخوام، من فقط شوهرمو میخوام، من فقط میخوام که اون خواهی ببینیش؟ Thank you.
تو زیبا تر شدی یا چشم بارونیه، این قفس بازه ولی قلب من زندونیه. من پشیمون میکنم جاده رو از رفتنت، تو نباشی میپره عطرتم از پیرهنت، تو نباشی میپره عطرتم از پیرهنت. میخوام آروم شم تو نمیذاری، هر دو بیرحمم عشق و بیزاری. همه دنیا مو زیر و رو کردم، تو رو شاید دیر آرزو کردم. قدمای آخر و آهسته تر بردم، واسه من کابوس فکر آخرین دیدم. بغض این آهنگ بارو تا کجا بود، شایدم تقدیرم و امشب برحم آورد. به تلافی اون همه تلخیم گله هاتم طعم عسل شد، غم معصومانه چشمات به تبسم تازه بدل شد. میشه با من هزار و یک سال به بهانه قصه بمونی، همه مرثیه های سکوتم به بهار تو باغ غزل شد. نفس کشیدن دل سپردن مثل دریا ماهم، از تو خوندم با تو موندم مقصد من راه من، همین رویام آرزوهام سرگذشت آه من. نرفته برگرد که با تو شاید خدا گذشت از گناه من. تو مثل بارون غم و آسون میبری از یاد من، با تو خوبم بی غروبم خاطرات شاد من. زار و خسته دل شکسته بینوا فرهاد من، مرغ آمین کی به شیرین میرسه فریاد من.